سلام دانشجوی عزیز، اینی که مشاهده می‌فرمایید ساعت دیواری خونه من است، The Wall Watch. این ساعت از 5 قسمت درست شده، یکی خود صفحه ساعت، یکی قاب ساعت و ستای دیگه، یکی ساعت شمار، دقیقه شمار و ثانی شمار است. امروز میخواهم به شما آموزش ساخت این ساعت را به شما نمایش دهم. ساعت دیواری وال واچ، همجوری که دانشجوی عزیز مشاهده میفرمایند، این ساعت دیواری که نشون داده بودم واقعی را، این حالا ساخت شده به کمک سالیدبورگ که در اینجا کاملا همه مشاهده می شود. یعنی همون 5 قطعه که گفتم اینجا مشاهده میشه. این قاب ساعت هست، این ساعت شمار، این دقیقه شمار، ثانی شمار و خود صفحه ساعت که اینها رو برای شما آموزش میدیم. ای مفتی شهر، ای مفتی شهر، از تو بیدارتری. خب عقربه ساعت شمار یا آور کانتر این نیز می باشد که یه مقدار با کوچکتر از دقیقه شمار می باشد. Hour counter یعنی ساعت شمار. چون ساعت دیواری رو داریم به شما آموزش میدیم، باید هر کدام از این قطعات رو جدا جدا درست کنیم و رو هم مونتاژ کنیم. در اینجا ساعت شمار یعنی عقربه ساعت شمار رو به شما آموزش میدیم. خب میریم تو رایت پلن، عملا این رو حساسش میکنیم، یعنی اسکچش میکنیم، میریم روی سنتر لاین رو انتخاب میکنیم، یه خط افقی میکشیم و اندازه این رو 145 انتخاب میکنیم. خب برای همون میایم یه خط راهنما رو میگیریم، اندازه این رو 72 دهم میگیریم. خب در اینجا میاییم دوباره خط راهنما رو میگیریم، از اینجا تا اینجا هم انتخاب میکنیم 4. خب در 4 که انتخاب شد دوباره باز تایید میشه، دوباره میریم رو خط راهنما، در اینجا میره بالا، این خط رو انتخاب میکنیم 2.6. که انتخاب کردیم تایید میشه، دوباره اینجا رو انتخاب میکنیم 4. خب حالا این تایید شد، ما میتونیم عملا این عقربه رو ساعت شمار رو بکشیم. این به اینجا وصل میشه و به اینجا و به اینجا. خب این حالا درست شده، فقط کافیه که مررش کنیم، یک این و این خط، تایید که شد حالا این عقربه ساعت شمار درست شده. میریم رو فیوچرز اکسترودد باس، اکسترودد باس رو 2 میلیمتر انتخاب میکنیم، 2 میلیمتر انتخاب میکنیم، تایید میشه. خب حالا این رو
اسکیچش میکنیم. نرمال میشه. خب خط رو به این صورت اینجا. تایید میشه. این 45-35 انتخاب میکنیم. 35 که انتخاب شد تایید. خب حالا دایره با قطر 2 انتخاب میکنم. تایید که شد میریم رو فیوچرز اکسترودد کات ایزومتریک. اکسترودد کات رو انتخاب میکنیم. این سوراخ هم انتخاب شد. این خودش دقیقه شمار یا مینوت کانتر میباشد که برای آموزش این هم شما یاد میدیم. اینجا دقیقا اینجا عقربه دقیقه شمار یا مینوت کانتر رو با شما آموزش میدیم. میریم رایت پلان تاییدش میکنیم، یعنی اسکچش میکنیم. بعد از اینکه اسکچ کردیم خط راهنما سنترال لاین انتخاب میکنیم، یه خط افقی رو میکشیم. تایید که شد 210 رو انتخاب میکنیم. 210 که انتخاب شد تایید میشه. یه خط راهنما در اینجا رو انتخاب میکنیم. اندازه 585 رو انتخاب میکنیم. تایید میشه. دوباره میریم رو خط راهنما. چهار 65 انتخاب میکنیم. خب تایید که شد میریم دوباره خط راهنما رو انتخاب میکنیم. اندازه این رو 255 انتخاب میکنیم. خب تایید که شد دوباره خود راهنما رو انتخاب میکنیم. چهار 65 رو باز انتخاب میکنیم. حالا همه تایید شدن. کافیست که ما خطای اصلی عقربه دقیق شمار رو بکشیم، یعنی اینو ببرم اینجا، ببرم به این صورت اینجا و اینجا. تایید که شد کافیست که من برم روی میرور. میرور که هست دونه دونه انتخاب میشه. خط رو انتخاب میکنیم. تایید که شد میریم رو فیچرز اکسترودد باس. اینو 2 میلیمتر انتخاب میکنیم. 2 میلیمتر تایید. خب حالا اینکه تایید شده عربه تایید اسکچش میکنیم، اساسش میکنیم نرمال. خب خود راهنما را انتخاب میکنیم. اینو 55 میلیمتر انتخاب میکنیم. 55 میلیمتر. 55 میلیمتر انتخاب شد تایید میشه. خب دایری رو به قطر 2 میلیمتر انتخاب میکنیم.
2 میلیمتر انتخاب شد، میریم رو فیوچرز اکسترودد کت، میریم تو ایزومتریک، این رو انتخاب میکنیم که این سوراخ رو انجام بده برای ما. بعد میریم روی رنگش میکنیم، مینت کانتر، اینو سیاهش میکنیم، تایید که شد این حالا عقربه دقیق شمار برای ما انجام شده. این سوراخ هم به خاطر اینکه روی اون ساعت با هم مونتاژ بشن، ثانیه شمار یا سکند کانتر، این عقربه ثانیه شمار می باشد که در این سوراخ اینجا روی اون بدنی ساعت نصب میشه. خب در اینجا ما دوباره ثانی شمار سکند کانتر رو داریم برای شما نمایش میدیم. این سکند کانتر رو به این صورت ما انجام میدیم، میریم روی رایت پلان تاییدش میکنیم. خب وقتی تایید کردیم میریم خط راهنما رو انتخاب میکنیم، تایید کردیم، اینو 160 میلیمتر انتخاب میکنیم. خب 160 میلیمتر که انتخاب کردیم، میریم روی خط اندازه این رو 2.5 میگیریم، و اینو 55 دوباره تایید که شد، میریم اینجا رو 1.2 میگیریم، 1.2 که گرفتیم دوباره خط انتخاب میکنیم، اینجا 88 میلیمتر رو انتخاب میکنیم. 88 میلیمتر که انتخاب کردیم تایید میشه، دوباره خط راهنما رو انتخاب میکنیم، 2 میلیمتر انتخاب میکنیم، اینو 2 میلیمتر انتخاب میکنیم. حالا که انتخاب شد دوباره خط راهنما تایید این 1.2. خب حالا 1.2 شد، ما میاییم دقیقا خط رو به این صورت انتخاب میکنیم. خب انتخاب که کردیم، از اینجا تا اینجا رو یه خط اسپلاین رو نصب میکنیم، اسپلاین که به این صورته، یه ذره اینو منحنیش میکنیم به این شکل. خب حالا همه چی آماده است برای میرور انتیتی. خب میرور انتیتی رو به اصطلاح اینو و این و این و این به این شکل هست و این و این انتخاب میشه، تایید که شد کاملا دو میلیمتر انتخاب میکنیم، 2 میلیمتر انتخاب شد، تایید میشه. این که انتخاب شد در رنگ رو انتخاب میکنیم، ما تایید میشه، حالا
وسط اینا میگیریم. شست و پنج رو انتخاب میکنیم. تایید که شد میریم دایره تایید. دو میلیمتر. دو میلیمتر تایید که کردیم میریم روی فیچر باز اکسترودد کت. حالا این ثانی شمار درست شد. حالا آموزش پلین واچ. پلین واچ یعنی همون صفحه‌ای که اعداد 1 تا 12 روش نصب شده است رو برای شما آموزش میخواهم بدم. اول میریم روی پلن رایت پلن. رایت پلن یه دایری با قطر 380 میلیمتر میکشیم. 380 میلیمتر. حالا 380 میلیمتر رو تاییدش میکنیم. میریم رو فیوچرز اکسترودد باس. اکسترودد باس همون 5 میلیمتر که میبینین رو میذاریم. تایید میکنیم. تایید که کردیم اینو اسکچش میکنیم این صفحه رو. بعد میریم روی خط رهنما و این خط افقی رو میکشیم. حالا دایری با قطر 360 میلیمتر رو انتخاب میکنیم. 360 میلیمتر. 360 میلیمتر رو که تایید کردیم دوباره دایری به قطر همون 380 رو انتخاب میکنیم. میخوام فاصله از اینجا تا اینجا 10 باشه. حالا خط رهنما رو انتخاب میکنیم. به این صورت خط افقی رو رسم میکنیم. فاصله از اینجا تا اینجا رو میخوایم 2 میلیمتر انتخاب کنیم. یعنی این 2 میلیمتر تایید که شد این 2 میلیمتر. حالا میریم رو میرور اینو انتخاب میکنیم به این صورت این 4 میلیمتر خواهد بود. از اینجا تا اینجا 4 میلیمتر. چون فاصله از اینجا ببینید من این دوتا رو اندازه میگیرم 4 میلیمتر. حالا فاصله که انتخاب شد 4 میلیمتر میاییم این اندازه رو انتخاب میکنیم. یعنی ترم میکش میکنیم و این انتخاب شد. تایید که شد میایم توی ایزومتریک این رو اکسترودد باس میکنیم. اکسترودد باس رو روی اسکچ روی باس اکسترود رو روی اسکچ رو انتخاب میکنیم. اکسترودد باس این اسکچ اکسترودد باس که میکنیم چیزی حدود 1 میلیمتر انتخاب میکنیم. 1 میلیمتر انتخاب شد. این اکسترود باس انتخاب شده حدود 1 میلیمتر اومده بالا این زایدش. خب حالا اینو ما رنگیش میکنیم. اکسترود باس 4 رو میایم سیاش میکنیم. تایید که شد این سیاه به این صورت آماده است. حالا ما رو انتخاب که کردیم به این شکل میریم روی سرکلور پد. البته ما باید این رو قبل از اینکه این کار رو بکنیم تو رفرنس بلر اکسسش رو انتخاب میکنیم.
یعنی محوری که بتونی دور این بچرخ. خب برای این اون محوری که انتخاب میکنیم روی این میخوایم بچرخه، یعنی این به اصطلاح اینی که هست در اومد، یعنی اکسس یا محور در اومد. خب حالا ما میریم رو سرکلور پدرن، سرکلور پدرن محور خواب میکنیم این فیچرز پدرن فیدر باز اکسترودد باز، یعنی این باز اکسترود فور، یعنی اینو میخوایم انتخاب کنیم. خب حالا به جای این رو 12 تا انتخاب میکنیم. خب همجوری که میبینید دانشجوی عزیز، این 12 تا علامت این درست شده. حالا ما میخوایم یه علامت ثانی شمار، این که دقیقه ساعت شماره، حالا دقیقه شمار هم میخوام رسم کنیم. برای این کار اینو اسکیچش میکنیم، میایم روی سنتر لاین، این انتخاب میکنیم، دوباره یه رو انتخاب میکنیم. زاویه ما بین این و این باید 6 درجه باشه. چرا؟ برای اینکه هر کدوم این 12 تا بخش بر 12 میشه 30 درجه، اینم 5 تا تقسیم میشه 6 درجه. حالا که 6 درجه شد میایم دوباره یک تایید میشه، دوباره یه دایری به قطر 370 رو در نظر میگیریم، تایید میشه 370 رو در نظر میگیریم. تایید میشه، یعنی فاصله از اینجا تا اینجا میخوام 5 باشه. دوره یه دایری دیگه انتخاب میکنیم، همون 380 درجه. خب فاصله از اینجا تا اینجا میخوایم 2 میلیمتر باشه. خب اینو به این صورت انتخاب میکنیم، فاصله از اینجا تا اینجا رو میخوایم 1 میلیمتر باشه. حالا که 1 میلیمتر شد دوباره میرر رو انتخاب میکنیم، یعنی این حالا نسبت به اینو 2 میلیمتر انتخاب میشه. تایید که شدیم ببینید اینجا رو ما میخوایم انتخاب کنیم به عنوان بهش میکنیم ترم یا ترم. این هم انتخاب میشه. حالا خب حالا ما خارج میشیم، میریم تو فیوچر اکسترودد باس، اکسترودد باس هم اسکچ پلن این خواهد بود، یعنی که اینجا انتخاب شده، میبینید سبز رنگ 1 میلیمتر تایید میشه. حالا که تایید شد ما اینو سیاهش میکنیم، یعنی میایم اکسترودد باس 5 رو میریم روی باس اکسترود، میاییم اینو انتخاب میکنیم، باس اکسترود فایر رو انتخاب میکنیم، همین مشکی رو انتخاب میکنیم. انتخاب که شد میاییم تایید که شد میاییم روی ایزومتریک، حالا روی سرکلور پدرن، سرکلور پدرن این
اکسس رو انتخاب میکنیم، بعد روی فیچرز x2 این 12 تا نیست، 60 تا باید باشه چون دقیق شمار 60 است. تایید کی میشه و میبینیم که عملا این انتخاب شد. خب اینجا حالا ثانی شمار و ساعت شمار، دقیق شمار و ساعت شمار اینجا نصب شده و کافیست که ما اعداد رو روش بنویسیم. برای این کار میریم روی فیچرز صفحه رو انتخاب میکنیم، یه صفحه‌ای که با این بخوایم چیز حدود 5 میلیمتر فاصله داشته باشه. خب حالا اگه این فاصله داشته باشه ما میتونیم عملا تو ایزومتریک مشاهده بکنیم. ببینید اینا این حالت 5 میلیمتر از این فاصله داره. خب حالا برای این کار میریم رو نرمال، این پلن رو اسکچش میکنیم. خب میایم خط رهنما رو انتخاب میکنیم، اینجا به این صورت رو انتخاب میکنیم، تایید میشه، دوباره تایید میشه، دوباره خط بعدی تایید میشه، دوباره خط بعدی تایید میشه، دوباره یه خط دیگه انتخاب میشه به این شکل تایید میشه، دوباره به این شکل تایید میشه، سلکت، دوباره یکی دیگه حالا میریم رو تکست. تکست که میریم اول خط رو انتخاب میکنیم اینجا به این شکل، خب اینو مینویسیم 12. 12 که انتخاب کردیم میریم رو فونت، رو فونت میایم به این صورت اینو 18 میلیمتر انتخاب میکنیم. 18 میلیمتر انتخاب کردیم، بولد تموم میشه به این صورت. حالا برای اینکه اون یه ذره بالاتره تاییدش میکنیم، اینو میکشیم پایین، باز میکشیم پایین، تایید میشه، دوباره باز میکشیم پایین، حالا درست شد. خب حالا اینکه 12 انتخاب شد، دوباره میریم روی تکست، دوباره اینو انتخاب میکنیم، عدد 11 رو انتخاب میکنیم. چرا؟ برای اینکه میخوام اینجا 11 باشه اینجا 1. خب میریم روی فونت، باز همون 18 رو انتخاب میکنیم، بولد رو انتخاب میکنیم، اوکی. خب حالا این به اصطلاح یه ذره اینو حرکت میدیم به این سمت، یعنی اونجا رو تایید میکنیم، یکم میزنیم به این شکل، این 11 است. خب حالا دوباره میایم این ورتر یکم حالت پایین تر، این 1 رو انتخاب میکنیم. خب میبینیم که عملا 1 اونجا هست، ما یه ذره اینو حرکتش میدیم، میبینیم بله این درسته، 1 شد، حالا تایید شده. دوره میریم اینو انتخاب میکنیم، خب خط بعدی هست. خب حالا باز میریم اینجا فونت رو
انتخاب میکنیم، فوند همون 18 است باز، 18 که شد این به اصطلاح باید بولدش انتخاب میکردیم، اینو این تایید بولد 10 انتخاب شده. حالا یه ذره اینورتر ما عدد 2 رو انتخاب میکنیم. خب حالا این عدد 2 رو میتونیم آرام روی خط حرکت بدیم. بیاید اینجا، تایید که شد دوره این خط انتخاب میکنیم. خب این خط انتخاب شدیم، میشه نو، نو رو انتخاب میکنیم، میریم روی فونت، فونت رو باز همون 18، بولد رو حتما میزنیم، اوکی. خب این یه مقدار این به اصطلاح باید حرکت کنه به این شکل. خب حالا که شد دوره عدد 3 رو انتخاب میکنیم، 3 که انتخاب شد دوره حرکت میدیم اینو با کیبورد، اینو آرام حرکت میدیم به سمت عدد 3. خب تایید که شد دوباره میریم روی تکست. میبینید دانشجوی عزیز، این تکست سالید ورک خیلی سخت تر از خود تکست اتوکد است. یه مقدار اینجور دنگ فنگ های خاص خودشو داره، باید شما رعایت بکنید. میایم رو خط این خط انتخاب میکنیم، دوباره میایم 8 میذاریم، 8 که انتخاب شد دوره فونت میریم، فونت رو فونت 18 انتخاب میشه، باز بولد، اوکی. خب حالا این تایید شده 8ش، ما یه ذره میریم اینورتر. خب 4 انتخاب میکنیم، 4 که انتخاب شد دوره آرام حرکت میدیم به سمت این عدد. خب تایید که شد دوباره میریم رو تکست. خب اینجا باز انتخاب میکنیم 7، 7 که انتخاب کردیم میریم رو فونت، اینجا رو 35، 18 انتخاب میکنیم، بازم بولد، اوکی. خب حالا این یه مقدار اینجا به این صورت یکم تایید شده، ولی برای اینکه اینو یه ذره نزدیکش کنیم یکم میکشیم به این ور. حالا درست شد، دوره این رو انتخاب میکنیم، تایید که شد دوره، تایید که شد دوره میریم رو این، دوبار کلیک میکنیم، همجوری که میبینین 7 اینجا ظاهر شده، اینو به جای 7 اینجا 4، 5 میزنیم. خب 5 هم که تایید شد، خب میاییم به این صورت یکم حرکتش میدیم، میبینین اینجا درست شد. خب دوباره میریم روی این یکی خط انتخاب میکنیم، عدد 6 رو انتخاب. خب عدد 6 دوباره میریم روی فونت، فونت که انتخاب شد میریم اینجا 18، بولد هم انتخاب میکنیم و اوکی. خب یه مقدار این 6 باید حرکت بکنه، مثلا اینجا یه تیک میزنیم به این صورت آرام، این دقیقا حرکت کرد به اون سمت. خب تایید میکنیم، این حالا تایید شد. حالا اینو یکم میاریم پایین تر، میریم رو فیچرز، کرو، اسپلیت. اسپلیت همون اسکچه، رو این تایید. حالا این
اعداد کاملا روی این نصب شده. ما برای اینکه کاملا این رو آزمایشش کنیم، البته اینجا یه مقدار یک مقدار این یک و دو هست، یکم به این صورت خب اینو یه مقدار عقبتر میاریم، یه چیز عقب میزنیم، استاد میزنیم، این عقب میاد، این اینه که میبینیم به این صورت اینو میاد که یه مقدارم تایید که شد، یک کم اینو به این شکل میاریم پایین تر که قشنگ تر بشه، تایید میشه دوباره. خب اینه که میبینین دوباره این یه ذره این یکو حرکت میدیم به این سمت، حالا درست شد. حالا که این کاملا تو تایید شد، اینا رو مشکیش میکنیم، میایم اینجا درست وسط صفحه اینو میگیریم، میریم روی این فیس، اینجا رو میبینیم مشکی هست. خب حالا دونه دونه ما اینا رو یه تیک میزنیم، مواظب باشین که غیر از اونجا نخوره چون صفحه دیگه رو سیاه میکنه. دوباره کاملا مواظب باشین که جای دیگه رو سیاه نکنه. اینم تایید. حالا این اندازه کاملا مشخصه و ثانی شمار دقیقه و ساعت هم روش مشخص شده. خب حالا که اینا همه آماده شدن، ما نام کارخونه و اسمی که اینجا هست رو باید وارد کنیم. خب میایم روی باز پلان، میایم اینو انتخاب میکنیم، به جای 5 رو 10 انتخاب میکنیم. خب 10 که انتخاب شد، حالا این پلن شماره 3 رو سکچش میکنیم، اینم سکچش که کردیم، میاییم روی خطوط سنتر لاین حدود اینجا اینجا رو انتخاب میکنیم، تکست رو انتخاب میکنیم، این لاین انتخاب شد، مینویسیم گوتن، نام کارخانه‌ای که اینو ساخت. حالا این رو میریم روی فونت، چیزی حدود 21 رو انتخاب میکنیم، بولد. ولی اینجا برای اینکه فرق بکنه میریم اونجا رو یه تی آی میزنیم، تی آی همون تایم نیو رومن، تایم نیو رومن فونت غیر از اون خواهد داشت. خب حالا ما تاییدش میکنیم، میبینیم بوتن انجام شد، دوباره تایید میشه، دوباره میریم روی خط راهنمایی دیگه، تایید میشه، دوباره همین خط لاین دو رو میزنیم کوارتز، کوارتز، کوارتز که میریم روی
خب حالا اینجا به جای 20 19 انتخاب میکنیم. 19 انتخاب شد. بولد تایم نی رومن تی آی میزنیم میاد. تایم نی رومن بولد انتخاب کردیم، 19 تایید میشه. همینجوری که میبینیم کوارتز هم انتخاب شد. حالا اینا تایید که شد یکم میاریم پایین تر. فیوچرز سپلیت لاین تایید. خب این حالا هایدش میکنیم، اینم هایدش میکنیم. خب اینجا رو ما میتونیم عملا هر رنگی رو که انتخاب کردیم بزنیم. حالا تر راه اینی که این سیاهش انتخاب کرده، میریم اینجا فیز این مشکی خب کارت این یه مقدار این یه کم به اصطلاح این یه کم اینو چیزش میکنیم. اینو سکچش میکنیم، میخوام اینو یه ذره کوچیکترش کنم. خب فونتو میرم بیرون، به جای 19 هیفته میذارم. هیفته که شد تایید. خب یه ذره کوچکتر شد و قشنگتر. خب حالا این اکسس هم هایدش میکنیم. حالا ما باید وسط این یه زایده درست کنیم. زاید یه چیز مثلا میگیم یه دایره به قطر 2.5 انتخاب میکنیم. قطر 2.5 انتخاب میکنیم. انتخاب که کردیم تایید میشه. خب میریم روی اکسترودد باس. اکسترودر باز میریم توی اکسترودر باز چیزی بوده 1 میلیمتر اندازش رو انتخاب میکنیم. حالا که انتخاب شد میبینیم اینجا آماده است. دوباره تاییدش میکنیم. دایری به قطر 2 انتخاب میکنیم. دو انتخاب میشه. حالا تایید. میر رو فیوچرز اکسترودد باس. اکسترودد باس 2 میلیمتر انتخاب میکنه. 2 میلیمتر انتخاب شد. تایید. دوباره اینجا سکچش میکنیم. دوباره دایری انتخاب میکنیم. دوره اکسترودد باس. اکسترودد باس 2. دوره اینو تایید میکنیم. دوره دایره به قطر 2 انتخاب میکنیم. دوره اکسترودد باس 2 میلیمتر تایید. دوباره سکچش میکنیم. دایره به قطر
دو میلیمتر انتخاب. چهار میلیمتر اینو دو نیم انتخاب میکنیم، اینجا دو نیم. دو نیم انتخاب کردیم، میریم رو فیوچر اکسترودد باس، دو دو انتخاب میشه، تایید. خب دوباره دو دوباره یه سکیچش میکنیم، دو نیم، دو دو انتخاب کردیم، ریکس رودت باز دو. خب اینجا دانشوی عزیز میبینین که ما اینجا یه زایده یه زایده یه زایده، این ثانی شمار اینجا قرار میگیره، دقیقه شمار اینجا و ساعت شمار اینجا. این به خاطر همونه، برای مونتاژش درست کردیم اینو. خب این مونتاژ درست شده، تایید میشه، اینو تاییدش میکنیم. خب حالا آماده است. خب این ظاهرا درست شده، ما اینو روی نرمال میبذاریم، یعنی میذاریم روی این. احساس میکنم که این یه ذره بزرگ شده، اینم نوع دیگره. حالا ما دانش عزیز اینو به شما آموزش میدیم که چگونه میتونیم اینو تغییر بدیم. خب میریم روی اسپلیت دوم، اینو اسکچش میکنیم، اسکچش که کردیم روی این دوبار دابل کلیک میکنیم، میبینیم که گوتن در اومده. خب حالا میاییم روی فونت، فونت این رو چیز حدود 19 انتخاب میکنیم، 19 که انتخاب شد، تایم نیو رومن انتخاب میشه و تایید میشه. و اگر خواستیم یه ذره اینو پایین بیاریم، تایید میکنیم، این اینجاشو میگیریم، یه کم یه ذره پایین میاریم، این تایید میشه، دوباره هست، دوباره رو این دابل کلیک میکنیم، کوارتز در میاد، دوباره میریم رو فونت، فونت که میریم دیگه بولد نمیزنیم، ریگولر میزنیم، همون 17 یا حدوداً 16 رو تایید میکنیم. شوزه که تایید شد، حالا تایید میشه، اینم تایید، اینم که میزنیم اون روش اسپلیت میکنه. حالا این کاملا درست شده و ما میتونیم عملا این رو رندر بکنیم. این رندر رو مشاهده بکنین، قبلا یاد دادم. رندر کردن اینه که خود قطعه رو خوشگل تمیز، انگار یه سماطه انداخته تو جانش، اینو تمیز رندر میکنه، خیلی ساده، عشان که قبلا توضیح داده بودیم برای شما. خب اینو به این صورت سیو میش میکنیم.
این یک قاب ساعت است که درست شده و خود صفحه ساعت با عقربه‌هاش داخل این قرار میگیره. حالا اینجا شما آموزش واچ فریم یعنی خود کاسه بیرونی ساعت رو به شما نمایش میدیم. خب برای همون میریم روی رایت پلان، یه چهارصد و پنجاه رسم کردیم، میریم توی فیچرز، این عدد رو 55 انتخاب میکنیم. 55 که تایید شد، حالا تایید که شد میایم اینجا اسکچش میکنیم نورمال، به قطر 380 به قطر 380 تایید میکنیم، میریم رو اکسترودد کت 30 تا انتخاب میکنیم، 30 تا که انتخاب کردیم تایید میشه. حالا این قابش درست شده، حالا میریم رو فیلت چمفر رو انتخاب میکنیم، چمفر انتخاب کردیم اینو 20 انتخاب میکنیم، زاویه 45 درجه هم اونجا باش. خب حالا برای همین اینو به این صورت انتخاب میکنیم و میبینین این درست شد. خب حالا ما این رو تاییدش میکنیم، مونتاژ ساعت دیواری اسمبلی مال مونتاژ این ساعت دیواری که همون پنج قسمته، یکی آبشه، یکی صفحه ساعتشه، یکی ثانیه شمار، دقیقه شمار، ساعت شمار نیز می باشد. هر کدام این را جدا جدا آموزش میدیم. خب همه قطعات ساعت دیواری درست شده، حالا باید رو هم مونتاژ کنیم. ما تو محیط خود اسمبلی هستیم، خب کافی که بروزش کنیم، یعنی واچ فریم قاب ساعت رو ما در اینجا به دست میاریم به این شکل، بعد دوباره بروز میکنیم واچ پلان یعنی صفحه ساعت رو انتخاب میکنیم، این ساعت صفحه ساعت به این صورت در اینجا به اصطلاح انجام شده. حالا میتش میکنیم، میت اینی که ما بیاییم کانسنتریت کنیم، کانسنتریت اینی که بیاییم این اینو با این کانسنتریت کنیم. خب تایید میکنیم، یکم اینو میکشیم این ورتر، دوباره کوینساید میکنیم، کوینساید اینه که به اصطلاح این ایجو با این ایج کوینساید میکنیم، یعنی منطبق میکنیم. خب این منطبق که شد تایید میشه. حالا بعد از اینکه منطبق شد ما میایم به این صورت ایزومتریکش میکنیم، ایزومتریکی شد دوره میاییم تایید میکنیم، میریم رو insert component hours counter انتخاب میکنیم، hours counter که انتخاب کردیم میریم دوره هم مرکزش میکنیم، یعنی اینو با این سراخ اینجا هم مرکز میکنیم. حالا این هم مرکز شده تایید میشه، دوباره میایم کوینساید میکنیم،
کوینساید که کردیم، یعنی این سفر رو به این صورت فیس که انتخاب کردیم اینجا داره نشون میده به ما. خب اینجا رو یه ذره میچرخونیم، این سفر رو به این صورت که هست اینا انطباق میدیم. انطباق که دادیم میاد دوباره توی همون ایزومتریک. خب یه ذره اینو میگیریم به این صورت حرکت میدیم، مثلا میکنیم 3.5، دوباره میریم توی بروز منت کانتر یا عقربه دقیقه شمار، دوباره میت میکنیم، کانسنتریت میکنیم، هم مرکز میکنیم، اول یادتون باشه دانشو عزیز، اول هم مرکز میکنیم، این هم مرکز که شد خب اینو هم مرکز که شد دوباره اینو میکشیم بیرون، هم مرکز هست، فقط باید این سفر رو به این شکل، یعنی سفر رو با این رو کاملا سفر رو کوینساید میکنیم. تایید که شد میریم دوباره روی این، حالا این دقیق شمارم درست شده، فقط کافیست که اینو یه ذره بچرخونیم. خب تایید که شد میریم دوباره insert component روز میریم ثانیه شمار، ثانیه شمار رو به این صورت اینجا میاریم به این شکل، دوباره میت میکنیم، اینجا باز کوینساید میکنیم، کوینساید که کردیم این رو با این یکی هم مرکز میکنیم، این هم مرکز شد، حالا میایم کوینساید میکنیم، کوینساید که شد این سفر رو همجوری که میبینید سفر اینجا ببینیم فیس در اومد، حتما فیس باید باشه. خب اینو یه ذره میچرخونیم، کوینساید که کردیم این یه سفر رو با اون منطبق میدیم، تایید که شد تایید ایزومتریک. خب برای اینکه باز این ثانیه خوشگل تر باشه روش میگیریم یه ذره حرکتش میدیم به این صورتش میکنیم. خب حالا این شرایط به این صورت آماده است، ساعت کورتز انتخاب شده، البته ما میتونیم اینو یه ذره بچرخونیم که به این صورت آماده بشه که این به اصطلاح این شکل آماده شده. بعد اینم یه ذره میچرخونیم به این صورت. خب حالا این کاملا ساعت آماده شده و ما میتونیم عملا دانشجوهای عزیز این رو رندر کنیم، رندر فاینل رندر به شما توضیح دادیم دانشجو عزیز، قبلا توضیح دادیم اینا رو در اینجا داریم رندر میکنیم. رندر همونی که قبلا با یه جمله ساده یه سوماتی است که میفته دو جان قطعه قطعه را صاف تمیز خوشگل به معرض دید میزن.
خب یه ذره این 50% یه ذره بیشترش میکنیم، بزرگترش میکنیم و با اسنگت عکس میگیریم ازش. این سیوش میکنیم اینو. این کاملا سیف شد. خب حالا اینکه به این صورت انتخاب شد، ما میتونیم عمله خود ساعت دیواری، خب قبلا هم توضیح دادیم، اینجا به این صورت اینو میگیریم، ببینید این درای ایکس ایگرگ زده، اینو روش حساس میکنیم، یکم میکشیم این و به همین ترتیب به این صورت اینم میکشیم به این شکل، دوره اینم به این شکل. حالا این رو به این شکل هست انجام میدیم. خیلی میبریم بیرون، این هم یکم میاریم این برد. تایید که شد میریم روی Configuration Manager. در اینجا میبینیم که حدود 5 تا چینج شده. خب اینو کلیک راست میکنیم، Animation Collapse. میبینین عملا قطعات روش کاملا سوار میشن.